با یه جستجوی ساده کلی کانال زبان آلمانی میتونی پیدا کنی، اما کانال آلمانی با میشل همه ی مباحث زبان آلمانی رو پوشش داده. تازه آموزش آلمانی با لهجه خود این کشور رو یاد میگیری، چون مدرسش تحصیل کرده یه بهترین دانشگاه اتریشه. موزیکای فارسی رو با زیرنویس همزمان فارسی و آلمانی میتونی تو کانال آلمانی با میشل ببینی. داستانهای آلمانی با گویندگی خود مدرس و ترجمه اون که میتونی قسمت شنیداری زبانت رو عالی کنی. با عضویت در یوتیوب و کانال تلگرام آلمانی با میشل پیشرفتت رو تو زبان آلمانی احساس کن. دوستان سلام، جلسه چهارم رو از پروژه بزرگ زبان آلمانی رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم ارتباط بین ضمایر شخصی و اسمها رو یاد بگیریم و ادامه آرتیکل ها رو. البته فکر کنم تقریبا تمامی مباحث مربوط به آرتیکل ها رو گفتیم تا اینجایی که لازم بوده. در سطح مبتدی دسته ها رو گفتیم، به چند دسته تقسیم میشن آرتیکل ها و اصلا معنای آرتیکل چیه تقریبا گفتیم، ولی خب میخوایم یه خورده در مثال ما موضوع رو تفهیم کنیم ببینیم چطوریه. خب جلسه قبل تا اینجا پیش اومدیم که ضمیر شخصی و تعریف اون رو برای شما توضیح دادیم که ضمیر شخصی چی هست و تعریفش. سه تا تعریف داشت ضمیر شخصی: به گروه واژه‌ای که جایگزین اسم میشد برای جلوگیری از تکرار، اشخاصی رو مورد خطاب قرار میدادیم و یا به شی یا چیز خاصی اشاره میکردیم، که اینجا ما مثالها رو هم برای شما زدیم. ضمیر شخصی در زبان فارسی و زبان آلمانی رو که بتونید با هم دیگه یک مقایسه داشته باشید به شما گفتیم که او در زبان فارسی به سه بخش در زبان آلمانی تقسیم میشه: ار، اس و زی. گفتیم که ما در ضمایر شخصی یعنی پرسونال پرونومن سه تا زی داریم و این زیا رو به تفکیک برای شما کامل توضیح میدیم. اغ برای مفرد مذکر بود، زی برای مفرد مؤنث بود و اس برای مفرد خنسا بود. گفتیم که این مفرد مذکر، مفرد مؤنث و مفرد خنسا ها به چی برمیگردن؟ گفتیم که به جنسیت ها ربطی نداره و به اسامی برمیگردن. ما مجبور شدیم که تعریفی از اسمها رو برای شما داشته باشیم و تعریف آرتیکل، که هر اسمی در زبان آلمانی آرتیکل خاص خودش رو داره. آرتیکل ها به سه دسته تقسیم می شدند: در، دی و دس. در برای اسامی مذکر، دی برای اسامی مؤنث و دس برای اسامی خنسا. اما در این جلسه ما میخواییم ارتباط بین ضمیر شخصی و اسم رو برای شما توضیح بدیم. ببین اصلا چرا ما یه از ضمیر شخصی پریدیم به اسم. یک دلیلش رو که گفتم در اولین تعریفی که ما برای شما داشتیم، برای ضمیر شخصی جایگزین اسم میشد، پس ما باید اسم رو برای شما تعریف میکردیم. اما چه ارتباطی بین ضمیر شخصی و اسم هست؟ ضمیر شخصی خب در بسیاری از موارد ای بابا این فارسی نوشتن هم برای ما داستانی شده، چون که من فقط برای آموزش هستش که از کیبورد فارسی استفاده میکنم. ضمیر شخصی در بسیاری از موارد اسم ها را تعریف میکند. یعنی چی؟ خب
با ذکر مثال. خب ببینیم یعنی چی؟ یعنی چی اسمها رو تعریف میکنن؟ این عکس زیبا است. این عکس زیبا است. اون خیلی بزرگ هم هست. این عکس زیبا است. این عکس برای ما میشه اسم. اون برمیگرده به همین اسم. این عکس زیبا است. اون خیلی بزرگ هم هست. تا اینجا که موردی نیست. ما اینو جلسه قبلی هم توضیح دادیم. این عکس زیباست. اون خیلی بزرگ هم هست. اوکی؟ حالا میخوایم برش گردونیم به زبان آلمانی. Das Bild ist schön. Es ist auch sehr groß. Das Bild میشه این عکس. Das Bild. دقت کنید. Das Bild ist sehr schön. Ist schön. Es ist auch sehr groß. ببینید. Es ist auch sehr groß. اینجاست که ما متوجه ارتباط بین اسم و ضمیر شخصی میشیم. ما در مورد اسمی به اسم Das Bild داریم صحبت میکنیم. میگیم این عکس زیباست و میخوایم بگیم این عکس بزرگ هم هست. دیگه نمیگیم Das Bild ist schön. Das Bild ist auch sehr groß. میگیم Es ist auch sehr groß. پس یکی از موارد تعریف ضمیر شخصی اینه که اسمها رو تعریف میکنه. این اس برمیگرده به چی؟ Das Bild. این اس برمیگرده به مفرد خنسا. پس این که میگیم مفرد این ضمیر شخصی اسم رو، یعنی این اس برمیگرده به چی؟ به داسه. متوجه هستین؟ یعنی این میشه ارتباط بین ضمیر شخصی و اسم. و شاید بهتر این هستش که ما بگیم ارتباط بین ضمیر شخصی و آرتیکل. یعنی ما با آرتیکل اسم ها هستش که میتونیم تشخیص بدیم کدوم ضمیر شخصی رو باید به کار ببریم. پس من اینجا این رو تبدیل میکنم به آرتیکل. بعد دوباره مشکلات تغییر زبان و آرتیکل اسم. در واقع آرتیکل اسم. پس ارتباط بین ضمیر شخصی و آرتیکل اسم این هست. خب پس ضمایر شخصی بر اساس آرتیکل اسم ها درجه بندی میشه. یعنی اگه من مخصوصا در حالت سوم شخص، پس ضمایر شخصی سوم شخص، نکته رو بنویسیم. به به، چه نکته های خوبی. ضمایر نکته.
نکته. ضمایر شخصی سوم شخص، یعنی بذارید من استوب کنم بنویسم که وقت تلف نشه. مثال هایی که ما اینجا شما میبینید، ببینید der Fahrer ضمیر شخصیش میشه er. و دقت کنید بچه ها، ما گفتیم ضمایر شخصی سوم شخص یعنی er, es و sie بر اساس آرتیکل هاش تقسیم بندی میشه و طبقه بندی میشه، اما کل این یعنی der Fahrer برای تبدیل به ضمیر شخصی فقط میشه er. دی شوله که میشه مدرسه، دی فاغ میشه راننده، راننده مرد. دی شوله یعنی مدرسه میشه زی. داس بیلد ضمیر شخصیش میشه اس. پس الان شما ضمیر شخصی سوم مفرد در گرامر زبان آلمانی رو الان یاد گرفتید. حالا چطوریه؟ یعنی از کجا بفهمیم که کدوم اسم کدوم آرتیکل رو میگیره؟ من اصلا برنامه‌ای که چیده بودم در مورد اسم نبود، ولی میبینید که وقتی توضیح میدیم در مورد گراماتیک به صورت دومینووار یک سری مسائل پشت سر هم میان و من نمیتونم که به عنوان مثال، ما وقتی که تعریف ضمیر شخصی رو اینجا داریم و میگیم جایگزین اسم میشود، ما باید بیایم اینجا در مورد اسم ها صحبت کنیم. خب اما اینکه چطور ما بفهمیم کدوم اسم کدوم آرتیکل رو میگیره؟ فرمول خاصی برای اینکه کدوم اسم کدوم آرتیکل رو میگیره نیست، اما در 80 یا 90 درصد موارد چند تا نکته هست که اونها رو اگه شما یاد بگیرید توی 90 95 درصد مورد میتونید آرتیکل مخصوصا دا و دی یعنی مذکر و مؤنث رو یاد بگیرید. من یادگیری آرتیکل ها، اینکه چطور، ببینید ما امروز بحثمون در مورد چی بود؟ گفتیم که ارتباط بین ضمایر شخصی و اسم ها رو بگیم و آرتیکل ها. خب خوبه، اینکه چطور میشه از کدوم اسم کدوم آرتیکل ها رو یاد بگیریم، اینها رو میذاریم برای جلسه بعدی. چرا؟ چون که ما باید، میگم دیگه الان تقریبا 13 دقیقه ویدئوی ما طول کشیده، آرتیکل ها رو که یاد گرفتیم اگه امیدوار باشیم میتونیم جلسه بعدی، ببینید یه خورده بذارید رونمایی کنم از جلسه بعدی، در مورد ضمایر، هنوز توی ضمایر شخصی هستیم، چون که باید حالا فرق بین زی ها رو من به شما بگم. خب میتونستیم همینطوری جلو بریم بدون توضیحی، بدون تعریفی، بدون مثالی، اما نمیشه عزیزان، ما باید عمیق جلو بریم و آرتیکل ها و این سه تا ضمیر زی ما اینجا داریم. زی برای سوم شخص، زی برای جمع، زی برای محترمانه. ما اینا رو باید از همدیگه تفکیک کنیم، چرا با همدیگه اینا اینجا اینطوری اومدن و راه تشخیصشون توی جمله چی هست. اینا رو هم جلسه بعد امیدوارم که تموم کنیم و از دست ضمایر شخصی راحت بشیم، چون که این دومین جلسه است که وقتمون رو به ضمیر شخصی اختصاص دادیم. پس تا جلسه بعد، خدا نگهدار. بیستان. چیز.